پیکان بودت کردم پیکان. چنل رو ساب کنید، سابسکراب کنید. یعنی هر کسی یه جور بلشون پوششون بدن کامنت لایک دیگه چی بگم. سلام خوبی؟ سلام مرسی. سلام مرسی. سلام. سلام. چند سالته؟ اسمت چیه؟ یگانم 17 سالم. من زهرام 18 سالمه. 15 سالم اسم هلناست. اصلم 15 سالمه. نیلوفر 15 سالمه. پسر دبستانی چطوری؟ اصلا چرا اصلا؟ من اصلا زیر 22 سال نمیتونم وارد رابطه شم. حالا توضیح میدی چرا دبیرستانی ها اصلا؟ چون طرز فکرشون یه ذره بچه گونه است. بعد اونقدی ندیدن، اونقدی تجربه نکردن که مثلا بخوان چششون اونقدر باز باشه که مثلا بخوان مثلا یه رابطه رو شروع کنن. چون مثلا پسر بالا 22 سال هم هستش، ولی خب دیگه پسره که زیر 22 سال هم بیشتر آره. ولی خب مثلا اینایی که بچه‌ن یه ذره چیزی مثلا بیشتر از یه مسخره بازی و هوس و این چیزا بیشتر نیست. خب کلا بعد چرا نه دبیرستانی و پسر دبیرستانی؟ خب بخاطر اینکه موقع آدم هنوز به اون بلوغی که باید برسه احتمال نرسه و بین نه کاری نداریم به به اینکه تو میگی پسرای دبیرستانی نه. چرا؟ خب خیلی کم پیش میاد، خیلی کم پیش میاد مثلا به خاطر اون چیز عشق و این چیزا بیان طرفه، چون هنوز حالا اگر که نمیتونم توضیح بدم. اگر دانشجو باشه چی؟ دو تا دانشجو با هم؟ نه خب اون موقع دبیرستانی، دختر دبیرستانی و طرف مقابل هم دانشجو. خب اون موقع بدتر میشه به خاطر اینکه به خاطر تفاوت سنیه که دارن شاید سن به سه اختلافا نرسن، شاید مثلا بخوان سوء استفاده کنن از دختره. پسرهای دبیرستانی پس سوء استفاده نمیکنن؟ کمتر. پس کلن نه. یه پسر دبیرستانی خیلی سخت‌تر میتونه تا یه پسری که سنش بیشتره. پس خیلی کارهای بیشتری میکنه، رفتارش باید اندازه یه پسر دبیرستانی نباشه. یعنی پس چیزی که پسرای دبیرستانی رو کنسل میکنه برای دخترای دبیرستانی رفتار بچگانه طوری. آره همشون اینطوری نیستن. حالا اکثریتشون چطورین؟ خب شوخیای بیجا یا حرفایی که مثلا اون دیت اول یا حالا گفتگوی اول دارن. میتونیم اینی مثال بزنی؟ حالا اون چیزایی که قابل گفتنه، مثلا توی لفظشون چیا استفاده میکنن، چه کلماتی؟ نمیشه کلمش رو گفت، حداقل بگو اصلا کلمش شکلش چیه، تا کجا باید ذهنمو بره. خب نمیدونم چطوری دقیقا نمیشه گفت چی میگن، تیکه میندازن مثلا اون اولین بار یا راجع به یه سری چیزا صحبت میکنن که مثلا حالا یه سوال خیلی دروک، تیکاهاشون چیه؟ جنسیه؟ چیه تیکاهاشون؟ خب میخوام اصلاحشون کنیم، اینطوری فکر کنم میخوام تقلب بهشون برسونیم، خودشون رو اصلاح کنیم. بهشون برمیخوره. خب اکثریتشون هستن که راجع به چیزای جنسی صحبت میکنن در صورتی که درست نیست. بعد دیگه چی بگم؟ خب منم نظرم همینه، اینکه خب بستگی به اون طرف مقابل داره که ببینیم چجور آدمیه که بخوایم باش وارد رابطه بشیم. پس پسرهای دبیرستانی خوبن، قابل اعتمادن؟ بستگی به آدم داره. از نظر شخصیتی چی مثلا؟ نمیدونم. الان با پسر دبیرستانی توی رابطه هستین یا نه؟ نه معلومه که نه. اون پسر مورد نظرت باید چجوری باشه برای رابطه؟ تیپ و شخصیت. تیپش این که خیلی فرق نداره، بالاخره اون اصل کاری شخصیته و رفتاره. تیپ هم مهمه دیگه. حالا خب چیز نتونیم یه خبه ندیم دیگه. خب تیپش رو چی بگم بهتون؟ خوش تیپ باشه دیگه. نه تیپش کلا لش نباشه، رسمی باشه، کژوال نباشه، رسمی باشه. آره رسمی باشه. رسمی مثلا شلوار بپوشه، نه پیرهن مثلا در حال دیگه این داری. شما خودت خیلی رسمی نیستی. آره خودم اسپورت امروز توشیدم برای عکس.
یعنی تیپش رسیبه. آره رفتارش شخصیتش این شخصیتش این که بهم احترام بذاره، پایبند بشه به دیگه، ارزش برام قائل شه، تعهد داشته باشه. تعهد که خیلی باید داشته باشه. بعد الان چطوریه؟ الان تعهده چطوریه بین پسر و خیلی کم شده. خب یعنی فقط بین پسرها کم شده، دخترها خب بین دخترها هم هست ولی خب پسرها بیشتر. پسرها بیشتر؟ آره. میتونی مصداقی مثال بزنی مثلا دور و بره؟ من همین دیروز یه پسره اینو خواستم آشنا بشم، طرف فاب داشت، فابی که یک سال مثلا باش دوست بود. چی معنی میسن که بخواد مثلا به خاطر تیپ یه نفر باش وارد رابطه بشم؟ یعنی کلن بخاطر تیپ و استایل این چیزها برای مهم نیستن. ولی خب شخصیت یه چیز باشه که آدم پیشش حس امنیت بکنه، بتونه خود واقعیش باشه، نه مثلا دنبال این باشه که من چه جور رفتار کنم اون خوشش میاد، چه جور رفتار کنم اون خوشش نمیاد. اینکه بتونی پیشش خودت باشی. آها خب اگه توی نگاه اول باشه که ظاهر قطعا، اگه مثلا شاید یه سری بگم مهم نیست، ولی خب قطعا تو نگاه اول اون ظاهر و استایلی که طرف داره آدم رو جذب میکنه دیگه، تأثیر داره خیلی زیاد. خب تو نگاه اول که باهاش حرف نزدی شخصیتش، بعدش حالا بعد یه قدم جلوتر یه کم با هم مثلا حرف میزنین و اینا، نوع صحبت کردنه همون اولش که آدم نمیتونه یه خودمونی بشه، ادبش، ادب خیلی مهمه، اخلاق، اخلاق و طرز صحبت کردن خیلی مهمه. پس در نتیجه برای دخترهای دبیرستانی پسرای دانشجو قابل اعتماد ترن تا هیچ پسری قابل اعتماد نیست. هیچ نمیشه اعتماد کرد. ولی نه، من اگه بخوام از جانب خودم بگم، اگر بخوام وارد رابطه بشم ترجیح میدم با یه پسری وارد رابطه بشم که حداقل سنن یکم بیشتر باشه، مثلا هم 20 اینا باشه و از همه مهمتر همون بلوغ فکری هست. ای بابا من هیچ ملاکی ندارم. چرا هیچ ملاکی ندارم؟ خب فقط این که خب سلام. فقط خب شخصیتش همون که گفتم، فقط باید بالغ شده باشه. اینکه من واقعا یادم رو استایلش و اینا قضاوت نمی کنم، باید اول مرحله باش حرف بزنم ببینم شخصیت اون آدم چطوریه و تیپ استایل اینجور چیز اصلا ملاک نیست واقعا. آره دیگه، فقط شعار میدی. شما هم میشه توضیح بدین؟ من توجه خیلی برام مهمه، اینکه بهم توجه کنه. حالا یه پسر دبیرستان چطوری میتونه مختونو بزنه؟ چه جور راهش چیه؟ روششو میگی؟ تقلب روشش چطوری میتونه؟ ببین میکروفونو نه، اول داریم با هم صحبت میکنیم. آره خب بالا باشه. خب چطوری میتونه؟ نمیدونم. پسر خوبی باشه. پسر خوبی باشه؟ آره. همین که پسر خوبی باشه زده مفر رو شخصیت نه. من آخه مثلا ملاک اونجوری واضح ندارم، مثلا الان مثلا بگم اون پسر چون استایلش اینطوریه این خوبه، نه ربطی نداره، من نمیشناسمش. خب بعد چجوریه که همه دخترها میگن پسر خوب باشه با شخصیت باشه ولی همه میرن با اون پسر؟ خیلی معذرت میخوام، پسر بده. بده. چون که یعنی چه مثلا بده؟ چون شاید چون بلده بهتر رفتار کنه، شاید چون تجربه شاید داره، شاید آره. فیلم بازی میکنن. خب پس شخصیت خود واقعیشون نیست. هشتگ فیک نباشید. مرسی، خدافظ. مرسی، وای.